سلام، با محور امشب خوش آمدید. من نصر نبیل تا یک ساعت دیگر میزبان شما در این برنامه هستم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی خوشی ولایت لوگر 20 تن جان باختند و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی لوگر میگویند که پس از سرازیر شدن این سیلاب ها 4 تن ناپدید شدند و تا اکنون از سرنوشت شان خبری نیست. به گفته آنان این سیلاب ها صدها خانه و هزاران جریب زمین کشاورزی را ویران کرده است. روستای پایاندی ولسوالی خوشی ولایت لوگر است. روستایی که باشندگان آن شب هنگام گواه سرازیر شدن سیلاب ها بودند. سرازیر شدن این سیلاب ها خانواده ها را در این روستا و روستاهای دیگر بی خانمان کردند. این آسیب دیدگان می گویند که افزون بر تلفات جانی خسارات مالی هنگفتی نیز دیدند. خانه ما خود ما را چپه کرد، عمق کده ایم که یک سیاسرای خود کشده ایم. دیگه هیچ کس را نکشده ایم. از دیر و سه بجه تا حال را سیلاب شدید و خود را بسیار با مشکل نجات دادیم و دیگه خانه های ما را کلش چپه کرد. دینی می دارن این کل جای اون سوار شما به چشم دید خود می بینید که کل را روی بند است. اینی دریای کس و نو دار خورده دیم سوای زمین های زراعتی. مقام های محلی لوگر می گویند که در نتیجه این سیلاب ها 20 تن به شمول 2 زن و 9 کودک جان باختند و 4 تن دیگر ناپدید هستند. در خواهی پول سوالی که تقریبا شل کسان دو پکی زنانه دی او دو ماشومان دی دای پل حال دپار وفات شوی دی. از سوی هم اداره مبارزه با حوادث طبیعی لوگر اوضاع را در این ولسوالی اضطراری گفته و از نهادهای مددرسان می خواهند تا به کمک مردم بشتابند. وضعیت در سخت اضطراری حالت ماشومان و زنانه په دغه جای کې بندی دي. لدوی نمم د نړیوال ټولنې مرکزی ادارې نم د خواست د سدوی لپاره د جای امکانات برابر کې دي، خیمو امکانات برابر کې، ځکه دوی ډیر خطر سره مخ دي. په اینجا منطقه درې ولسوالی خوشی روستای میانده است که تنها از این منطقه البته حدود 150 خانواده خانه هایشان را از دست دادند و از این منطقه آواره شدند. مقامات محلی لوگر میگویند که در دره ولسوالی خوشی حدود 6000 خانواده زندگی می کنند. متیولا سرور، تلو نیوز، ولسوالی خوشی، ولایت لوگر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که سرازیر شدن سیلاب ها در یک ماه پسین جان 165 تن را گرفته است. بر بنیاد تازه ترین آمار این وزارت، در 24 ساعت گذشته در اثر سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 20 تن جان باخته اند و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که سیلاب های اخیر بیشتر خانه های مسکونی را تخریب کرده است. آمار تلفات سیلاب های اخیر در کشور افزایش یافته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در اثر سرازیر شدن سیلاب های پسین در 20 ولایت کشور بیش از 160 تن جان باختند و نزدیک به 300 تن دیگر زخم برداشته است. دغه سیلابونه د زلزله مالی تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او د زراعت په بخش کې هم زیات تلفات موږ لرو. سرازیر شدن سیلاب ها هزارها جریب زمین کشاورزی را نیز ویران کردند و فراورده های کشاورزی را نابود ساختند. مسئولان امارت اسلامی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی می خواهد تا به سیلاب زدگان کمک کنند. شمار از آسیب دیدگان این سیلاب ها خواهان کمک های عاجل هستند. دیسی پاخیر اندازه توانی رسولی دی خوشکاری و اتناسته گنم چی و اگه سیلی و اکشتا چی و اگه یا باران و دا بین یه و یا سیل و دا بین یه و شیلان است. داگه قد توانه نچه داگه دی وسو بنده لری چه داو برا ولی ولی پر پرچا و اندون پرچا و دی خلق دست نلری چه سره لاش لاسون دار کم دی چه مزکه گرد سیلو لنده کردی. در همین حال وزارت فواید عامه می گوید در اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر شمار از شاهراهای کشور نیز بر روی رفت آمد موترها بسته شدند و این وزارت می کشد تا این شاهراها را دوباره باز کند. د ولایتي ریاستونو ماشینري او پرسونل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بندو لارو په پاککاری او خلاصون باندې بوخت دي. در کنار سیلاب های ویرانگر، امسال خشکسالی نیز کشاورزان و باغداران کشور را آسیب زده است و انتظار می رود که تولید فراورده های کشاورزی به ویژه گندم و غلجات امسال کاهش یابند. برای بحث بیشتر روی این موضوع نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث را روی خط اسکای و همچنان محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را طبیعی را اینجا در استودیو با خود داریم. آقای سلام بر شما و به بحث خوش آمدید و سلام با شما آقای حقانی آغاز میکنیم. جزئیات یا تازه ترین اطلاعات در مورد سیلاب های اخیر و متضرران این سیلاب ها چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه ونی کیلې. د هوا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق 13 ساعتونو کې یا 13 شپه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه وسول چې د هغوی په نتیجه کې ډېر زورور سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه چې ډېر شدت یې د لوګر ولایت خوشۍ ولسوالۍ او په ننګرهار ولایت کې همداسې د میدان وردګ ولایت او لغمان ولایتونو کې وو. په دې نورو ولایتونو کې د ځاني تلفاتو کوم راپور موږ نه لرو. نن د سیمې څخه ټولو ولایتونو څخه موږ معلومات اخیستي او د لوګر ولایت خوشۍ ولسوالۍ کې زموږ 40 تنه هیوادوال د دې سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي او د 10 څخه زیات زخمیان شوي دي. البته خوشۍ ولسوالۍ یو دره ده چې په دې کې زیات کورونه تقریبا د 2500 تر 3000 پورې کورونه شاید وي، اکثره په کلي او نیمه ډول تخریب شوي دي. سیلاب ها در دیگر ولایت ها همچنان اتفاق افتاده و زیان های دارد یا نه؟ بله، او با ننګرهار ولایت هم داسې لغمان و میدان وردګ ولایتونو کې تیره شپه ډېر زورور سیلابونه راغلي. الحمدلله ځاني تلفات نه لرو، البته مالي تلفات زیات دي. د خلکو کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې په زرګونو زیان خوده. چه حجمې است؟ ډېر زورور، البته د تیرو ورځو ته که موږ وګورو په لغمان کې تیره شپه بعضې خلک په سیلاب کې بند پات وو. تقریبا 70 کسان وو چې بیا د ملي دفاع وزارت څخه موږ سرخکو څخه استفاده وکړه، خلک وژغورل شول. همداسې په خوښۍ کې بعضې خلک د بند وو، هغوی وژغورل شول. سیلابونه ډېر زورور وو، بالکل په دا تېرو ورځو کې ووایي دا تېره ورځ ډېر زورور سیلابونه وو. درست، برمیگردم به شما. آقای فهیم سلام بر شما و به محور خوش آمدید. به صورت کل در یک ماه گذشته یا پسین این سیلاب ها 165 تن را جانش را از گرفته. البته پرسش اینجاست که چه چیز باعث شده، علت های افزایش این سیلاب ها چه است که در طی همین ماه گذشته و ماه های دیگر همچنان زیان های هنگفت مالی و جانی را برجا گذاشته در افغانستان؟ من سلام دارم خدمت شما و خدمت بیننده های برنامه تان. ببینین، بارندگی ها در فصل تابستان یک پدیده است که معمول است در افغانستان، به خاطر از اینکه اکثرا این بارندگی ها تحت تاثیر یک موج بارانزایی که به نام مونسون هند معروف است صورت می گیرد. این موجی است که خاستگاهش شبه جزیره هند است و معمولا یک موج توأم با بارتوت است، توأم با ابرای بارانزا است. به صورت معمول مناطق شرق افغانستان، مناطق جنوب افغانستان و بخشای از جنوب غرب افغانستان تحت تاثیر ای ابرای بارانزا قرار میگیره در فصل تابستان. منتها چیزی که در سالهای اخیر یک مقدار پدیده را استثنایی می سازه اینجا است که یک مقدار حوزه نفوذ و عمل کردش بسیار گسترده است. یعنی تنها محدود مناطق شرقی و جنوبی نمانده، بخشای وسیعی از جنوب غرب افغانستان، حتی مناطق مرکزی افغانستان، ساحات دایکندی، پروان، کاپیسا، پنشیر و این مناطق هم تحت تاثیر قرار داده و این موضوع یک مقدار ارتباط میگیره به تغییر اقلیم که در اثر تغییر اقلیم طول زمان بارندگی کوتاه شده، شدت بارندگی ها بیشتر شده و از طرف دیگه که چطور که هر بارندگی تبدیل به سیلاب میشه این بستگی به عوامل مختلف داره. یک عاملش رشد نفوذ است. با رشد نفوذ عمدتا مناطق مسکونی در شهرها، در مناطق روستایی و قریجات گسترش پیدا کرده و این گسترش یک گسترش پلان شده و منظم نبوده، یک گسترش تصادفی بوده. معمولا این مناطق مسکونی گسترش پیدا کرده به مناطق آسیب پذیر در برابر سیلاب، گسترش پیدا کرده در سیلبرها، گسترش پیدا کرده در هومه رودخانه ها و در مجموع مناطقی که در معرض تهدید سیلاب‌های جدی و خطرناک قرار دارند. از طرف دیگر نبود پوشش گیاهی، همچنان جنگل زدایی یا محدود بودن
پوشش جنگلی در افغانستان. بله. اینا عواملی هستند که سبب میشه هر بارندگی عادی هم تبدیل به سیلاب‌های ویرانگر شود. درست. و از طرف دیگر طبعا هم در گذشته هم در شرایط موجود حوادث طبیعی بسیار جدی گرفته نمیشن برای مدیریت حوادث طبیعی، مدیریت بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی آمادگی در سطح بسیار پایین قرار داره و همچنان منابعی که برای این موضوع اختصاص داده میشه متناسب با نیاز نیست، متناسب با سطح تهدید نیست. بله. سیستم های هشدار اولیه زیاد فعال نیست. درست. آقای فهیم، آیا مناطق یا ساحات سیلبر در افغانستان مشخص است نزد وزارت رسیدگی در امور حوادث؟ ببینین یک اطلسی در سالهای اخیر ترتیب شده به نام اطلس حوادث طبیعی در افغانستان. در این اطلس حوادث طبیعی مناطقی که در معرض تهدید سیلاب‌های احتمالی قرار دارد تا سطح ولسوالی ها تا سطح قریجات مشخص شده، میزان نفوس آسیب پذیر مشخص شده، حتی تأسیسات زیربنایی که در معرض تهدید قرار دارند شامل سرک ها، شامل راه های عمومی، پله ها، شفاخانه ها، مکتب و معمولا تأسیسات آمن منفعه، تمام از این در چارچوب از اطلس به صورت مشخص پیش بینی شده. در افغانستان تقریبا چیزی در حدود 7.1 میلیون از جمعیت موجود افغانستان یا چیزی در حدود 23% از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار دارند که از این جمله 1.7 میلیون نفر یعنی چیزی در حدود 5% از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب های جدی و خطرناک قرار دارند. درست. برمیگردیم به شما آقای حقونی. آقای فهیم گفتند که حوادث طبیعی در افغانستان جدی گرفته نمیشوند، ولی پرسش اینجاست چرا؟ البته دا سر کال چې کوم سیلابونه راغلل یا اوس جاری دي دا ناانډول او ناټکله سیلابونه دي چې په تیرو کلونو کې د دې ساری دلیل سوی. البته یو زموږ په هیواد کې نه دي، البته موږ ایران، پاکستان، هند، بنګلادیش همداسې عربي هیوادونو کې که وګورو یا نور نړۍ کې هم سږ کال سیلابونه یا ډېر ناانډوله دي، زیات دي. طبیعي پیښې یقینا هم په افغانستان کې که تیرو کلونو ته نظر وکړو څومره چې کار ورته سوی وای باید هغومره جدي نه دی نیول سوی. لکه نجیب آقا فهیم صاحب چې اشاره وکړه چې هغه سیمې چې د طبی پیښو له خطر سره مخ دي، البته که هغه سیلابونه دي یا د واورې ښویدنې پیښې دي، په هیواد کې د هغوی مشخص سوي دي ټولې څومره چې باید کار ورته سوی هغومره کار نه دي ورته سوی. مشخصا در همین دره ولسوالۍ خوشۍ ولایت لوګر، آیا این قابل پیش بینی بود که ممکن سیل بیاید؟ بله، دغه ټول ولایتونه تقریبا شل یویش ولایتونه. پس وزارت حوادث چی ترتیبات یا مقدمات را روی دست گرفته برای جلوگیری از این سیلاب یا حداقل بیرون کشیدن افراد که اکنون در این سیلاب گیری ماندن جان خود را از دست دادن یا متاسف شدن؟ بله، خلو گوتا موږ د عامه پوهاوي په برخه کې مختلف ټیمونه نورې سیمو ته مستولي همدغه د لوګر ولایت کې څو ورځې سیلابونه جاری و هغوی ته هم بعضې ټیمونه تللي دي. چه زموږ مختلف ټیمونه هلته ولاړل چې خلک خبر کړي چې همین ټیم های شما چه زمانه به ولایت لوګر رفتند؟ دغه څلور پنځو ورځو کې چې مطلب د لوګر ولایت کې زیات سیلابونه راغلي هلته ولاړل. بعد از اینکه سیلاب اومد شما ټیم های آگاهی دهی را به ولایت بیا مناطق میفرستید؟ نه، که اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې دغه تیر ورځې کوم سیلابونه چې راغلي د هیواد په دې څلور پنځو ولایتونو کې تر نورو ورځو زیات و، چون خلک خبر سول، خلکو هم مسله لږ جدي ونیوله. د ځاني تلفاتو کچه وګورو په میدان وردګ، ننګرهار یا لغمان کې کم و، چون د یو د لوګر ولایت خوشۍ ولسوالۍ کې چې دومره خلکو هم تصور نه کوي او بیا بعضې خلکو دا کورنم په داسې ساحو کې جوړ کړي و چې هغه د سیل په مخ کې و، چون سیل ډېر زورور سیلاب هلته راغلی و نو باعث د دې تلفات شو. چرا تا حال اقدام جدی نشده؟ حداقل در همین دره که شما گفتید که در همین چهار روز یا پنج روز شما تیم های آگاهی دهی خود را فرستادین به محل، چرا پیش از این برای حداقل نجات جان همین چند تنه که در این سیلاب یا ده ها تنه که جان خود را از دست دادن کار جدی صورت نگرفت تا از این مناطق بیرون بیایند یا حداقل یک دیوار استنادی برای تغییر جهت این سیلاب اما جا ساخته میشد؟
چون زموږ د دولت اقتصادي مشکلات ته په کتو سره یا زموږ بل د وزارت اقتصادي مشکلات ته په کتو سره دا کارونه نه دي سوي، بیا زموږ د دولت هم دومره وخت نه کیږي، تقریبا یو کال اوس پوره سو. هو پاینده کې موږ امید لرو چې دغه ځایونو ته چې د سیلونو یا د طبیعي پیښو د خطر سره مخ دي په هغو سیمو کې کار وسي. موږ د بعض زیارت وزارتونو سره په دې بخش کې جلسې هم کړي دي چې په آینده کې که چیرې د اقتصادي توجه ورته وسي د دولت ته خاصه بودیجه ورته شما بودیجه ندارین فیلحال د دغو دپاره موږ داسې مشخص بودیجه نه لرو. درست، برمیگردیم به شما. آقای فهیم، آقای حقانی میگن که باران‌های امسال یا سیلاب‌هایی که سرازیر شدن در مناطق مختلف افغانستان در بعض مواقع برای اینان قابل پیش‌بینی نبوده و حتی این که به چه حجم می‌شود هم مشخص نبوده. اینان نتوانستن که درست به این موضوع رسیدگی بکنند. آیا واقعا قابل پیش‌بینی نیست یا جلوگیری از این سیلاب‌ها، یا حداقل اگر جلوگیری از این سیلاب‌ها نمی‌شود که بیاید در یک منطقه، حداقل کسانی که در همونجا زیست می‌کنند می‌شود که آنان را از همون مناطق بیرون کشید یا در اماکن دیگر اسکان داد یا نه؟ ببینیم، با در نظر داشت پیشرفتایی که ما در دنیای امروز شاهدش هستیم، سیلاب یک پدیده است که پیش بینی پذیر است، قابل پیش بینی است. حتی در سطح شبکه‌های اجتماعی هم اگر ما مراجعه بکنیم، بعضی از دوستایی هستند که از قبل حتی حرکت به اصطلاح ابرها را تعقیب میکنند و پیش بینی میکنند، آگاهی میدن که دو روز بعد، یک روز بعد، چند ساعت بعد امکان استقرار یک موج بارشی در این مناطق افغانستان وجود داره و احتمال بارندگی شدید وجود داره. تا دورایی که ما بودیم در چارچوب مثلا نقشه مشخص می شد که در هر ولایت چه مقدار امکان وقوع چه مقدار بارندگی وجود داره. وقتی که میزان بارندگی از یک حد معمول بیشتر باشه، امکان وقوع سیلاب زیاد است. بنابراین سیلاب پیش بینی پذیر است، متناسب به این ضرورت است که سطح آمادگی باید افزایش پیدا بکنه، با خصوص سیستم های هشدار اولیه تا سطح قریجات و روستاها باید توسعه پیدا بکنه، یک مقدار سازمان پیدا بکنه. وقتی که ما اطلاع را دریافت میکنیم، مکان مشخص میشه، باید بر مردم آگاهی داده شود، پیش از وقت باید بر مردم آگاهی داده شود و مردم باید انتقال داده شود و در مورد میزان خطری که مردم با مواجه هستند، جان و مال مردم مواجه هستند، برای مردم باید آگاهی داده شود، اونا خطر جدی بگیرند. در غیر از اون برمیگردیم به شما. همیشه امکان وقوعش در جاهای مختلف وجود داره و طبیعی است که ار باران باعث هزینه میشه که مردم به اصطلاح بیجا شوه یا نقل مکان بکنه از جای خود. درست. آقای حقانی، جدا این که بودجه رسمی شما ندارید، حداقل تیم شما یا وزارت حوادث یا رسیدگی در امور حوادث میتونست که پیش از آمدن سیلاب، که آقای فهیم گفتند که هر سیل در اصل امروز قابل پیش بینی است که در کدام مناطق و با چه حجم خواهد آمد، ولی شما این تیم آگاهی را به قول خودتان گفته در 4-5 روز، همین 4-5 روز گذشته به لوگر فرستادین، پیش از این چرا اقدام صورت نگرفته؟ مخکم موږ د عامه پوهاوي په برخه کې څه نسه کار کړی دی. یو ستونزه چې زموږ هیواد کې ډېره ده، چې یو لیرې پرتې سیمې د رسېدنه یا مثلا تلویزیون یا نور اجتماعي شبکو ته هغوی لاسرسی نه لري. یو بله ستونزه چې هغه دوی ستونزې، البته ډېرې جدي ستونزې، یو زموږ هیوادوال بعضې وخت دغه پیشبیني یا اټکل جدي نه نیسي. بله، شما پیش بینی کرده بودید، حداقل یک پیام داشتین یک هفته قبل با مختلف بخشونه که دغه مشخصا در همین لوگر پیام داشتین برای مردم یک هفته قبل؟ بله، ملای مامان لاری مرغوی ته دغه کړی دی، اکثر خلکو ته پیام تون چی د سیلابونو د اټکل دغه مرته کړی چې په دې سیمه کې د زیاتو بارانونو او دغه سره د ناندوله سیلابونو در اطلولو اټکل دی. تاسو په دغه ورځ این تبلیغ در کدام زمان و در کدام مساجد در لوګر صورت گرفته؟ په مختلف سیمو کې داسې مشخص زنه سم ویلی، خو د لوګر تقریبا د ډېر ورځې یوې هفتې څخه د سیلابونو شاهد دی. په مختلفو بخشونو کې دا کار سوی دی، پکتیا کې که موږ وګورو، پکتیا کې په دې بخش کې کار سوی دی. نن موږ د پکتیا د رئیس سره په جریان کې وو، هغوی تېره شپه هلته هم ډېر سیلابونه راغلي وو، خو الحمدلله
کوم ځالین تلپات نه ولې هغه د مختلفو طریقو څخه غلط کار اخیستو چې خلګو په هغه باندې عمل کړو ځانی تلپات څخه شما گفتید کې ممانعت ها یا موانع بیشتر است برای اینکه مردم آگاهی را بعض مواقع قبول نمیکنند بعض مواقع از صفات اجتماعی استفاده نمیکنند رسانه ها را نمیبینند ولی اتکای شما به این موانع معقول است یا اینکه شما باید راه های چاره دیگر را هم بسنجین و باید این کار حتما به صورت بگیرد بله کچیر مر مالی مشکلات حل سی په دې بخش کې چې مر د سیلونو مخه خلاص کو استنادي دیوالونه جوړ کو یا خلق په خصل فصل کې د سیلابونو د خطر سره مخ کیله کدي خوشی ولسوالي یادونه نن مر په بل برنامه کې هم وکړه دا هغه سیمه د ولایتي شورا یو غړی دلته زموږ سره وو هغه وویل چې دې ته په مخکې کلونو کې پلان نیول سوی و چې د کښته خوښۍ سیمې خلک باید انتقال سي یو بل ځای دی د شارک په نظر کې نیولی و خو چون هغه پروژه کامیابه نه سوه څه اختلافات وو د دې وجې په بعضې زموږ په هېواد په بعضې سیمو کې داسې سته چې سل په سله کې هغوی باید دغه سیمو څخه وویستل سي آقای حقاری شما حکومت هستید و مردم از شما انتظارهایی دارند حداقل در همین بخش حوادث طبیعی زمانی که زیانمند می شود یا پیش از این که زیانمند شوند شما باید کار برای آنان بکنید این که بودجه ندارید و یا هم دارید برای مردم فکر نکنم آنچنان مهم باشد و یا هم نه این بودجه شما را چه کسی تامین می کند چه آدرس باید تامین بکند و شما چه زمان فعالانه عمل می کنید بله مجموع که مش فکر وکوز مش هیواد دا کوم سیاسي بدلون چې پکښ راغلی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی خصوصا د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخ دی نو موږ خپل وسط وانک وو چې خلکو ته رسیدنه وکړو هغه ته لازم خدمات وکړو در همین ولسوالی خوشی کې سیلاب آمده 20 تن جان باختن و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتن در این میان 4 تن هم تا حال ناپدید شدند یعنی خبر از حالشان نیست که آیا زنده هستند و یا هم جانهای خود را از دست دادن زیر سیلاب گیری ماندند برای اینان چه کردن و برای کسانی که متضرر شدن خانه هایشان را از دست دادن صدها خانه برای اینان چه اقدامات تا حال در طی همین دو سه روز انجام داده پدینن ورځ یا پتیر ورځ که مر خاص د خوشی ولسوالی د پاره مر دوست خبر درلود چې هغه ته خیمه ته ځیس وی کوم خلک چې کورنه الله سور کړی تخریب سی خیمه ته انتقال سول چه تعداد خیمه مشخصا داسې نسم ویلی خو یو کمپ و هغوی ته جوړ سو عاجل موږ خبر لرو شما سخنگوی وزارت حوادث است آقای حقانی ولی آمار دقیق نزد شما نیست از هیچ موردی بله خو دا نن ورځ چې کوم سیلابونه یا تېره شپه راغلي وو په خوشۍ ولسوالۍ کې نن سهار هم تر ډېره پورې سیلابونه جاري وو دا خبر موږ اوس روی مواد ارتزاقی نان برای خوردنشان و همچنان آب برای آشامیدنشان چه کار کرده بله د دې برخه کې موږ سره بعضې مؤسسات او موږ خپله د څښلو پاکې اوبه رسولې دي خو ډوډۍ همداسې خیمې کمپلې د ژوند هغه والیت و کې چې د اوس دپاره به د دوی یو د ژوند چاره په وسي هغه رسېدلی دي خبر سته موږ نشر کړی دي درست آقای فهیم اکنون که حال متضرران هم بیشتر و تعداد کشته شدگان و زخمیان هم بیشتر چه کار برای این مردم متضرر انجام شود؟ ببینین هر دولت صرف نظر از اینکه نوع به اصطلاح نظام چی است چند تا وظیفه خاص در ارتباط مدیریت حوادث و کاهش خطر حوادث دارد یکی پیشبینی است پیشگیری است آمادگی است مقابله و پاسخگویی است و همچنان بازسازی است ببینید مردم در 48 ساعت اولیه نیازهای اساسی که مردم به او داره اول امداد و نجات است کسایی که در میدانهای سیلابی گیر مانده باید فوراً به کمک از اونا اقدام شود برای نجات از اونا بعد از اون کسایی که از منطقه مهاجر شدین بی جای شدین نیازهای اولیه از اونا فردن مواد غذایی است غیر غذایی است نان است آب است سرپناه است با توجه به وضعیت اقلیمی طبعا لباس هست بله و به تدریج طبعا اینا وقتی که خانه هایشان به صورت کلی تخریب میشه امکان برگشت و خانه های سابقه وجود نداره اینا باید کمک شوند که اینا به یک سرپناه از سرپناه موقت از زیر خیمه باید به یک جای دائمی باید انتقال پیدا بکنند این کارهایی است که هر دولت به عنوان وظیفه باید انجام بده و اصلا در بسیاری موارد
مشروعیتی را که دولت ها ادعا می کنند مشروعیتشان بیشتر کارکردی است. یعنی بله. فلسفه وجودی یک دولت ارزی خدمات اولیه بر مردم تشکیل میده، انجام کارهایی تشکیل میده که مردم به صورت انفرادی قادر به انجام از اونا نیستن، از جمله کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی و مدیریت بارانهای ناشی از وقوع حوادث طبیعی از جمله وظایف اولیه هر دولتی است که باید او را انجام بدن. سپاس از شما آقای حقانی. آیا اکنون تیم های نجات شما به محل فرستاده شده؟ بله. او تیرش پر چه تعداد و چند تیم؟ ده خود با ولایتی د استقرار کمیټه دی هلته از موږ ریاستونه یا از موږ د وزارت مشخصا چه میکنند ټول تشکیلات هو کم دی. هغه په اول کې لکه تیر شپه تر ناوخته پورې موږ ته دو نیم بجو پورې خپل د رئیسان سره په لغمان ننګرهار میدان وردګ او لوګر کې په جریان کې و چې هغه سیمه ته تللي و چې خلکو ته نجات ورکړي، یعنی کوم خلک چې کورو باندې اوبه راغلي چې هغوی خوندي سیمې ته وباسي. په نن ورځ کې بیا هغوی هغه لازم د ژوند اولیتو کې هغه ورسول بازیلار در حد 10 ثانیه. شما گفتید پیشتر که مؤسسات برای شما کمک های کردن و می کنند و انتظار دانه که باید بکنند، درست؟ برای انسجام یا حداقل هماهنگی کمک ها در 10 ثانیه بگویید که چه برنامه دارید؟ بله، ټول ولایتونو کې چې دا سیلابونه راغلي موږ د مؤسسات سره عاجل جلسې کوو، بیا ځي په ګډه هغوی هلته سروې کوي، کوم په عاجل وخت کې خو هغوی د نجات کار کوي، وروسته بیا سروې کوي کوم خلک چې متضرر وپېژندل سول یا ډېر حقدار وي د هغوی سره هغه خپلې مرستې کوي. ممنون. سپاس از شما محمد نسیم حقاری، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، و همچنان نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث. و اکنون هم رفت و برگشت کوتاهی.